همراه شما هستیم در توییتر، دوست هم هستیم در فیسبوک. برنامه های ما را در یوتیوب دنبال کنید. صدای ما را در ساوند کلاود بشنوید. آدرس تلگرام ما میهن تیوی وان، رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یا سات AM6 Express Transponder A04 Frequency 12594 MHz Polarity Vertical Symbol Rate 27500. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه. جمعه پایان هفته است، جمعه ارزم به حضور شما که 19 ماه دی است و 8 ژانویه. ساعت هم 12:40 است به وقت ایران عزیز ما، و بریم و یک برنامه آخر هفته رو در خدمت شما نازنینان باشیم و امیدوارم که این سال جدید سالی پر از شادی و سلامتی برای تک تک شما نازنینان باشد. گفتم باور دارم که این سال جدید سالی است پر از شادی و سلامتی، چرا که یک جهان انسان همه دست به دعا برداشتن و آرزو میکنن که این در حقیقت زشتی و پلیدی که در سال 20 جهان شاهدش بود از بین بره. و من فکر میکنم این ماجرای یه ذره فکر کنم دارم چیز میشم، از اونوری زیاد افراطی شدم و دارم خیلی خرافی شاید صحبت میکنم. این ماجرای چهارشنبه هم به این خرافی بودن من خیلی دامن زد، برای اینکه خب یه چیز جالبی بود دیگه، یه قیام بود علیه زشتی، علیه پلیدی، و اونهایی که هنوز باور نکردن شاید این روز چهارشنبه دریچه‌ای بود به سمت روشنایی، به سمت اینکه ببینن واقعا موضوع براشون آشکار بشه. همیشه گفتم من تعجب میکردم و تعجب میکنم که چطوری ممکنه که شما از یه آدمی که فقط فکر خودشه، هیچ چیزی تو زندگیش براش مهم نبود الا خودش، تاریخ زندگیش اینو نشون میداد، رفتارش، کردارش همه معین بود که این هیچ چی نیست جز خودش. پرزیدنت ترامپ رو میگم، و شما انتظار داشتید که این بتونه شما رو نجات بده. خیلی ها با من گفتن که آقا خب این خیلی کار کرد، خیلی ایران من اینجوری کرد. من هرچی نگاه میکنم میبینم که آثاری که از خودش جا گذاشت جز فقر و فلاکت و بدبختی برای مردم ایران هیچی نبود. شما نشون به من بدین کدوم ضرر رو به نظام جمهوری اسلامی، به نظام جمهوری اسلامی، به ایادی جمهوری اسلامی آدم وارد کرده. یه جا به من نشون بده، بگو آقا اینجا این آدم یخه اینو گرفت و به این اینجا زر بزن. الان زودی میگه خب قاسم سلیمانی رو کشته. من نمیدونم برای چی قاسم سلیمانی رو کشته. قاسم سلیمانی رو خود اینا شاخ کردن، خودشون بزرگش کردن. قاسم سلیمانی هیچی نبود،
ببین تو سال بین نگاه کنیم، دنبال کنیم، مسائل رو بگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. وقتی که اینا در اوج خوشخوشان بعد امامشون رفسنجانی و اینکه صحنه رو خوب باید نگاه کنی و ببینی، جنگ تموم شده، اینا از جبهه برگشتن. پرویز صیاد یه سری کارهایی داشت، صمد به جبهه میرود، صمد از جبهه باز میگردن. اونجا در یکی از این ژانراش میگه که به ما گفتن صمد از جبهه برگشته و داره تعریف میکنه، میگه به ما گفتن اسلام در خطر است، لکن رفتیم دیدیم نخیر آقا جان خودمان در خطر است، حالا که برگشتیم دیدیم که این قوچلی و گداعلی و همه اینا وضعشون خوب شده، ما هم آقایی که بودیم اما سر جای خودمون هم آقا هستیم. جنگ تمام شده، اینا برگشتن، بهش گفته اسلام در خطر است و رفته دیده نه و جان خودش در خطر بوده. رفیقاش، کنار دستیش، کسی که تو جبهه تو سنگر با هم خاطرات داشتن، وقتی که چراغ رو خاموش میکردن نمیدونم دعا میخوندن، اون یارو آهنگران براشون صوت ملکوتی میداد، تلقینشون میکرد، این در حالت خلسه میرفتن، با حالت روحانی فرو میرفتن و فکر میکردن که اینا دیگه لشکر امام حسین هست، اون طرف هم یزیده، تلقینه دیگه، مثل هیپنوتیزمه، تلقینش میکنه، هی بهش میگه، هی میکوبه، هی بهش میکوبه، هی بهش میکوبه که تو داری به سمت الله میری، به سمت معبود داری میری، حال روحانی، حالی که همه آدما یه لحظاتی از زندگیشون این حال رو میفهمن چیه دیگه، نمیخواد من تکرار کنم، میدونی راجع به چی حرف میزنم، نگو من باور ندارم، من نمیدونم خدا دروغه، نمیدونم اینا اینا، نه من راجع به خدا و پیغمبر حرف نمیزنم، راجع به یه آدم معمولی هم حرف میزنم و حالش، راجع به اون دارم حرف میزنم، نه راجب دین دارم حرف میزنم، نه راجب خدا و پیغمبر اسلام، راجب اینا حرف نمیزنم، راجب آدم معمولی دارم حرف میزنم، راجب ممدوسینی که رفته چی میگفت بختیار زنده از میزمن باقر و میزمن جعفر، راجب میزمن باقر و میزمن جعفر حرف میزنم، دوست آدمی که رفتن جیپه قضا دادن، نمیدونم تو سر کوله هم زدن، خوندن، نمیدونم همه مسائل، فیلم مش رو دیدی؟ اون که راجب جنگ ویتنام آمریکایی درست کرده بودن، کمدی سریالی بود که هنوزم نشونش میدن تو بعضی از کانالا. بعد یارو جلوش رفیقش همین که زد میزمن باقر تیکه تیکه شد، اون حالا دیگه نصفه است، نصف نداره، این داشت عروسی کرده بود که میخواست برگرده بده پیش زن و بچهش، حالا نصف تنه نداره، پا نداره، دست نداره، شیمیایی شده، برگشته اومده اینه یه دو آدم ها مثل رضایی و شمخانی و اینا که اینا رو در فاو رها کردن، اینا تاریخشونه دیگه، در فاو رها کردن، همت و باکری و فلان و ماجرای اینا رها کردن و اینا رفتن تو کرموشا برای اینکه تو انتخابات فلان شرکت کنن و بیان در لباس سیویل بپوشن و برن مسند دولت. این عده که برگشتن از جبهه حقشو میخواد، میگه من برای اخلاق و اینا که بهم تعریف کردی رفتم،
رفسنجانی گفت نه نه نه، اینا برگردین بهشون کار بدین، شوق بدید آقا. و این دوره بودش که ابتدای سال 90 یک کیف اینچی بود، سامسونت دستش بود، میخواست از ایران اومده بود نفت بفروشه اینجا برنج بخره بره. ما ها به این آدم ها برخورد کردیم تو اون سال ها، هر کدوم به نوی از زن ها. من اون موقع تو اروپا بودم میدیدم اینا رو، رفیقم یه تاجر سوئدی بود اومد بهم گفت سعید اینطوریه این چیه ماجرا؟ گفتم آقا نمیدونم، نفت مال دولت، نمیدونم این میتونه بفروشه نفروشه، ولی تو این کارو نکن. گفت بابا همه مدارکش درسته. گفتم من حاضر نیستم یه دلار دسته همچی آدمایی بدم، تو میخوای بری بکنی برو بکن. ماجرای میکونوس بود، ماجرای قتلای زنجیره‌ای بود، اینا برگشته بودن وحشی شده بودن، شهرها رو تسخیر میکردن. حالا زورشون به صدام نرسیده بود، برگشته بودن تو شهر، شهرها رو داشتن تسخیر میکردن، پستای حکومتی رو گرفته بودن، کشتار کرده بودن داخل تو دهه پیشش، تو همون دهه 60. همیشه اون صحنه جلو نظرت باشه، یه مش وحشی به قول چی رضا فاضلی میگه استخون به دست، یه مش وحشی از دهه شهر. بود این نوید محمدزاده فیلمی داره نمیدونم مغز گوسفندا نمیدونم چی هن، آدم هایی که تو اون فیلمه نشون میده، گوسفند های بی مغز نمیدونم چی، یه فیلمی هست. اون آدم ها، اون آدم هایی که تو اون لوله ها زندگی میکردن، یو اینا ریختن تو شهر رو الله اکبر گویان، وارد ادارات، مؤسسات، کارخونه ها، شرکت های بزرگ. یکی مثل ناصر شاهینپر رو از جاش بلند کردن الله اکبر گویان، یه دونه اینا رفت پشت اون میزنش. همین عکسایی که روز چهارشنبه در آمریکا منتشر شد و دیدین که اصلا یارو رفته تو دفتر نانسی پولوسی رئیس مجلس آمریکا نشسته، پاشم انداخته اینجوری رو میز و یه وری و این تیپ، دقیقا همین تیپ تو ایران، نو ایرانیش، همین کاری که دو چهارشنبه اینجا شد. تو فکر کن اینا موفق میشدن چه اتفاقی میفتن؟ اینا تو مملکت من همینا موفق شد، همین طبعه، همین هایی که عکسش داری میبینی، همین ها موفق شده، همین ردنکا، همین ها، همین ها، این ها کی هم تو امریکا عکسش تو روزنامه دارم میزنن. نوع ایرانیش در سال 57 همین ها بودن، اومدن زدن. مردمی که اصلا ذهنیتشون این نبود، شبا می رفتن شندلیه، شبا می رفتن کی کلاب هتل هیلتون، شهر رنگی شده بود، یه شکل دیگه شده بود، ذوق بود، شوق بود، هنر بود. یهو سیاه شد، تاریک شد، همه چی شد. همین هایی که عکسشون رو میبینی، نو ایرانی شمادن مملکت گرفتن. جنگ شد، جنگ نعمت، به بهانه جنگ سرکوب کردن، کشتن آدم هایی مثل مصداقی ها رو. خب میداره تعریف میکنه دیگه، من خودم آدمی بودم که اصلا کار تلویزیون رو با همین شروع کردن که آدم هایی زندانی ها رو آوردن رو صفحه. هیچ کس این کار رو نکرده بود اون موقع، از
اصلا معنی نداشت براشون. همین رسانه ها، همین رسانه ها آوردم، یکی یکی باشون گفتگو کردم، به مردم نشونشون دادم، چشمشون باز بشه نه چه اتفاقی افتاده. متوجه امروز سرعت اینقدر زیاد شده به خاطر انفجار نور و اینترنت و اینا، همه چی با سرعت داره حرکت میکنه. اول فیلم یادمون میره آرتسه کجا اومد تو، اگه فلاش بک نزنه یادت میره. داشتم راجع به سلیمانی حرف میزنم. توی چنین فضاهایی، جنگ و فلان و رفسنجانی و گفت اسلام در خطر است، جانم در خطر است و برگشتن و بهشون گفت کار بدید به اینا، شرکت درست کنی، سازندگی، دوران سازندگی اسمش گذاشت. به همه این اوباش شغل و مقام و پست داد. حالا 7-8 سال از جنگ گذشته، 10 سال از جنگ گذشته، فضا آرام شده، یه نسلی نو اومده سرکا، 20 سال از انقلاب گذشته و اون سالهای 60، همون دوران 58 و 9 و 60 و 61 اینا سال ازدواج بود. تون تو همه عروسی میکردن، عروسی میکردن، بچه ها میشدن فلان اینا، همه اسمای بچه ها همه نمیدونم یاسر و کوسر و از این چیز هاست. اسمای اون بچه های اون دوره رو نگاه کن. به چه اسمایی رو بچه هاشو میذاشتن؟ اینا شروع کردن به کشدار، ماجرای کشدارهای چی بود دستش کشیده بودن؟ قتلهای زنجیری. تو بیرون هم همین کار کرده بودن، شروع کردن تق تق آدم ها رو میزدن. برای که میدونستن اگر کسی جا بمونه، اگه یه آدمی باشه که بتواند توان جمع کردن داشته باشه، بهش میگه کاریزما، اون کاریزما رو داشته باشه برایش خطرناکه. خمینی هم مرده رفته، ایشی نیست، یه آدم زپرتکی، یه روزخون سرقبراغا رو که بلد خوب سخنرانی کنه. به اینا گفتن واعظ، کسی که وعظ میکند. اینا روزخون نبودن، اینا واعظ بودن. یه واعظی مثل خامنه‌ای رو پیدا کرده بودن که رفسنجانی طبقه بالا خونش رو به این اجاره داده بود، اونجا زندگی میکرد، پیپ میکشید، فولکس داشته، من فلان از یه حرفا. یه تیپ دیگه خودش بود، یه آدم دیگه بود، یه آدم همون که گفتم زپرتکی، یه آدمی که هیچ پایمایه نداره، میخواد خودش رو به یه جا وصل کنه. حالا میرم تو محفل نمیدونم روشن فکرها و شعرها و ادبا، قتل کردن. قتل، قتل می یعنی چی؟ یارو داشت سوارشه بره کانادا، توی کنفرانس سوسیالیستای جهان، همون اتفاقی که سال 57 افتاده بود که سنجابی قرار بود بره تو کنفرانس سوسیالیستا شرکت کنه، و سر رو تو پاریس وایساد، رفت پیش خمینی و خودشو تحویل خمینی داد. برای اینکه زنش به روایت آقای شریفی در پاریس که از نزدیکان و حسابدار دستگاه بختیار بود و همراه بختیار بود و دوست بختیار بود، تو همین تلویزیون، تو همین برنامه
ما گواره این داستانش اینه که زنه بهش میگه خاک تو سرت کن، بعد این همه حالا باید بختیار بشه نخست وزیر شاه، تو هیچی نیستی. اینا واقعیت های تاریخ ماست. بنی در این علیه بختیار شدن. قتل میکردن اینا، قاتلن، اینا قاتلن. این زپرتکیه که امروز نشسته این مزخرف رو میگه برای اینکه آدم بی جاه و مقامه، این آدم هیچی نیست، این آدم مثل این یکیه که علکی اومد شد رئیس جمهور آمریکا، اونم علکی شده رهبر ایران، یه جنسن، یه مدلن. به خودکی ماجرای میکونوس اتفاق افتاد، اروپا سفراشو از ایران کشید بیرون، زلزله شد. همین حرفی که من میزنم، تحریم سیاسی، نه تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی. دیدی چه ها شد؟ دیدی که چه ها شد؟ وقتی که اروپایی‌ها همه‌شون سفراشون رو از ایران فراخواندن، دیدی که چه ها شد؟ در مجلس ما، در مملکت ما، دیدی که چه ها شد؟ چی شد؟ اصلاحات رو اجرا کرد، پروژه اصلاحات. کلید بزن بره جلو. ولی از قتل کم نکرد، قتل های زنجیره‌ای داره اتفاق میاد، موزی آدم ها رو امروز هم داره میکشه، همین لحظه هم داره این کار میکنه. این امریش که از روز اول شروع شده تا اینا هستن ادامه داره. شما این داستان هواپیمای اوکراینی رو هیچ صحنه‌شو از یادت نبر، خودتو تو هواپیما ببین، که تازه نشستی چمدون تو گذاشتی اون بالا به زورکی، داری جا به جا میشی، هواپیما داری پر اینجوری میره بالا، تو اینجوری میکنی اون پنجره پایین رو نگاه میکنی، تو فکری خاطراتی که در این سفر داشتی. حالا دیگه کی خانواده رو میبینن؟ حالا کی دوباره برمیگردن؟ بچه نق میزنه، نق نزن بچه، یه دقیقه بشین. دیدی مامانی چی گفت؟ دیدی دایی جون چی گفت؟ عمو جون سرهنگ چی ها گفت؟ این چیزا بهش میگی دیگه. همیشه خودم تو اون صحنه مجسم میکنم. به آدم هایی که اون پایین در دو طرف در مبدع و در مقصد در انتظاره، اونایی که تو مبدع دارن برمیگردن خونه شون، آخه جاش خالی، آخه نیستش، نگاه کن اینجا بود، آخه الان نیستن. میگه میگه نه خب دیگه دارن میرن خونه زندگیشون فلان، این یکی ها اونجا دارن خونه تمیز میکنن آماده میشن، داره میاد زن و بچه داره برمیگرده، دیگه نمیشه رفت الواتی و دوباره در هیئت سلباسایش داره برمیگرده، هر کی در یه فکریه. ولی قاتل در شرف تکوین قتل تو سال 76، این آدم زپرتکی یه پاسدار رو صدا میکنه که بهش میگه تو از امروز
رهبر فرمانده سپاه خارجه کشوری، لشکر خارج از کشوری. خیلی حرف زدیم، تلفن شد. الو یس مام، افترنون افتر تری یه تنک یو ترزده آ ویرچوال ویزیت آ دون نید تو کام اوور دتس گود اوکی Happy to hear that. Thank you. Bye-bye. نمیشه جواب ندی. دکتره بود دیگه. سنت که میرسه به اینجا، بالاخره اینم یه تفریه دیگه. یه سینما و گردش که نیست که. هر روز یاری دکتر، بعد این دکتر میگه حالا برو آزمایش، بعد میری آزمایش، بعد میگه حالا برو عکس برداری، بعد دوباره. بالاخره به جای سینما و کافه و پارک و این چیزا، هر روز این داستان هست. ببخشید. نمیشه جواب ندم، منتظر این تلفنه بودم. قرار شد پنجشنبه ساعت 3:00 دیگه نریم من مطب دکتر، از راه دور دنیا ببین چه چکلی شده. ابو علی سینا یه داستانی داره که اصلا معروف طب ابو سینا، طب ابو علی سینا که طب بالینیه، میگه بعد رفت مریض رو از نزدیک دید، از ناخون پا تا موی سر رو لمس کنه، دست بزنه، نگاش کنه، معاینش کنه، ببینه، این معاینه، نگاش کنیم. معاینه یعنی نگاه کردن. من این چه دکتریه که از راه دور میخواد مریض رو ببینه. این سیستم پزشکی اینجاست، فقط بیمه ها پول ببرن. همین، بگذاریم، برگردیم به موضوع. مریض از راه دور نمیدونم یعنی چی. بعد ولی عادت کردیم دیگه، یک سال الان اینجوری هسته. این آقا رو مأمور کرد، گفتش که تو میری و لشکر رو در خواهد. حالا کیه؟ ماجرای یوگسلاوی رو دارن نابود میکنن. یوگسلاوی که چقدر زحمت کشتن این اسلاوا رو با هم یونایتد کردن شد یوگسلاوی، حالا بتر کنیمشون رو 5 کشور از تو دلش در بیاریم. چه جنایت کردن، چه جای زیبایی رو و چه روزی انداختن. بزنید تکلیف خودشون خودشون روشن کنه، ما بلد باشیم تکلیف مملکت خودمون روشن کنه. این آقا شد مسئول سپاه قدس، اسمش هم بود گردان برون مرزی سپاه پاسداران، هنوزم اس نداشت، بعدن یواش یواش اس پیدا کرد. بعد ماجرای جنگ فلان اتفاق افتاد، افغانستان، عراق، بعد ماجرای برهم زدن لیبی رو تصمیم گرفتن، به خودکی لیبی رو هم کشیدن به زیر داستان و این فضاحتی پیش اومد که الان شما شاهدش هستی. حالا امروز میگه استیت فیلیر نمیخوام، چیز بدیه، به من چه که دیکتاتور رو ورش دارم، برداشتم ببین چه بلایی سر اون اومد، همه این نظم به هم ریخ. وقتی که داعش پیدا شد، داعش چی بود؟
داعش کی بود؟ وقتی که آمریکا پل برمر رفت پاشو گذاشت اونجا گفت من حاکم اینجا هستم، شاه شدم، دست شیعیان باز شد. شیعیانی که از سالهای 1950 من فلان از کودتاها در عراق هیچ وقت، فقط یه دوره در شورای انقلاب یه تعدادی از شیعیان رو عضو شورای انقلاب کردن و در مجلس شرکت کردن، ولی بعد از اون دیگه هیچ وقت اینا هیچ حق و حقوقی نداشتن. حالا اینا راه افتادن، سپاه آماده در ایران هم داشتن، لشکر بدر، پسر حکیم. پسر حکیم فکر کرد الان میره شاه میشه، چه خودش آماده کرد که بره تو هجله، دم در هجله بمب گذاشتن زیر صندلیش، عضو حساس دوست علی رو از بین بردن و خود دوست علی هم همراه عضو شریفش با هم رفتن رو هوا. پسر حکیم دم در هجله کشته شد. خلاصه این که در دوره اوباما که بدترین سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا همین دوره اوباماست که همه خاورمیانه رو یه راست یه لپی تحویل پوتین داد، چیزی که اصلا روسیه یه ورشکسته عصر یلسین رو در نظر بگی، دوره اول پوتین صدای سال 2000 اصلا پوتین فکر هم چیزی نمیکرد، اصلا تو مخیلش نمیرفت. امروز قدرت بلا منازع همه خاورمیانه تحویل آقای پوتینه. اینا در مقابله با داعش نیرو زمینی میخواد، و هوا که نمیشه، و هوا که نمیشه پیروز بشی، که اگه از هوا میشد پیروز بشی عربستان سعودی در یمن پیروز میشه، چرا نمیشه؟ برای اینکه فقط هوا رو میتونه، برو جلو من هوا تو دارم، یکی باید باشه که بره جلو با هوا، که نمیتونی که پیروز جنگ بشی، که اگه میشد در ویتنام میشدن، هی رفتن بمب ریختن و سر اونا پیروز نشدن، که عاقبت از رو پشت بوم سفارت مجبور شدن فرار کنن. تو کره هم همین اتفاق افتاد، کره هم اینجوری شد که شد کره شمالی کره جنوبی، خیلی آمریکایی کشته میشه اونجا، چند صد هزار آمریکایی کشته میشه. برید واشنگتن نگاه کنید دیواری که اسامیشون رو نوشتن. قاسم سلیمانی هیچکی نبود، هیچی نبود، مطبوعات غربی اونو کردنش قاسم سلیمانی، اونم در ایران ازش سوء استفاده کرد، گفت بله مش قاسم اگه نبود الان داعشی ها تو خونتون بودن، یه دروغ. اصلا اون زمینه رو نداره ایران. محمد دکتر محمد برقعی این مطلبی رو داره خیلی جالبه، تیتر این مقاله اصلا بی نظیره، تحت عنوان انقلاب اسلامی در نامسلمان ترین کشور منطقه. انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی در پاکستان معنی داره، جمهوری نمیدونم امارات اسلامی نمیدونم افغانستان معنی داره، امارات اسلامی افغانستان معنی داره،
اما در ایران جمهوری اسلامی اصلا مردم ایران مسلمون نیستن که. یه چیزی هم برای خودش، یه مدلی هم مال خودشونه. انقلاب اسلامی در نامسلمان ترین کشور منطقه. یه همچین مردمی رایش توش در میاد به نظر شما؟ نه خب این بنر رو هی زده اون بالایی به تبلیغ که هی گفته تابلو زده به دیوار که در زیر رهبر داییانه نمیدونم فلان و بهمان شما اینجوری هستید. در زیر رهبری داییانه امام خامنه ای و تو خارج کشور یه آدم هایی مثل بینو. یه چیزی دیدم بی بی سی نوشته بود از مطلبی راجع به شهریار قنبری و یک مجله روزنامه مجله در ایران عکس شهریار قنبری رو زده بود به عنوان بهترین سراینده 100 سال اخیر در ایران. بینو اومده بود اینو تابلو کرده بود برای خودش در دکونش زیر بیرق اون رفته بود یه دکون زده بود. با شهریار قنبری سوال میکرم بودم گفت بینو ده دیگه چه میشه کرد؟ گفتم ماجرا چی بود؟ گفت این دو ماه پیشا دو ماه و نیم پیش این مطلب مال قدیمه مال جدید نی و رزالت این آدم اینه که در اون روزنامه رفته بوده یه دو آدم دور هم جمع کرده بوده و اون آدما نظر داده بودن که در این 100 سال بهترین ترانه‌سرای ما کیه. اونا هم نظر داده بودن که شهریار قنبریه. اون هم یه تیت زده بود تصویر تو قدغن. یه شعری داره کنار دریا قدغن نگاه کردن به تو قدغن. شعر زیبای شهریار قنبری. اون هم تصویر زده بود که تصویر تو قدغن. تحت این عنوان. چاپ به تصویر تو قدغن. و یه شعر قدغن قنبری رو اونجا به یه شکل دیگه به نمایش گذاشته. حالا بهنود اومده بود اینو یه جوری دیگه نوشته بود تحقیرش کرده بود در حقیقت. مشکل ما ایناست. اگه نه این یارو نه آدمیه نه کسیه که بهش بگی نمیدونم سردار ملی اون یکی رو بگی مصدق این یکی بگی سردار عارف. شما فکر کن یه آدم بی سواد قاتل جنایتکار جنگی یارو بهش بگی سردار عارف وهن انسانیت به قول مصداقی بهش بگی سردار عارف. یه جایی که ما بیش از حد در حقیقت ضربه میخوریم رسانه ها یکی این که یه موضوعی رو تو دوره تصادفاً همین اصلاح طلبا مطرح کردن و اتفاقانم گرفت یه دروغو بله حکومت ها شکل مردمانشونن. درست این به عکسه. مردما شکل حکومتن نه حکومت شکل مردما. مردم که زوری ندارن که. من تو چه زوری داریم؟ چه تغییری من تو میتونیم بدیم؟ اما دولت
حکومت زور داره. یهو یه رهبر زپرتکی میاد میگه که چی؟ در حال که یه دکتری دیدم نوشته بود که ما کلی محصول فایزر داریم در ایران، داروهای فایزر در ایران مثل نقل نبات در هر دواخونه فروخته میشه. بعد یه خامنه‌ای میگه ما نمیتونیم واکسن اینو بیاریم. اگه راست میگن چرا آمریکایی‌ها پس میمیرن؟ شما پایه استدلال رو ببین، از جنس ترامپ پایه استدلالش. همونجوری که ترامپ این حرفا رو میزد و یه ده میخریده، اونم میزنه یه ده میخره. راست میگه دیگه. ولی خودتون نمیگین آمریکا الان وضع اینجوریه خیلی بده؟ مگه الان تلفن بهت نشد دکتر گفت نمیشه بیای دفتر من، از راه دور نگاه میکنم تو رو، معاینت میکنم به خاطر کرونا؟ اگه راست میگن آمریکایی ها، پس چرا خودشون میمیرن؟ دیدی خامنه‌ای درست میگه؟ تقلب شده تو انتخابات دیگه. وگرنه من این همه آدم اینجا جمع شدن، عکساشو نگاه کنین، وقت ببینیم مال بایدن فقط 8 ماشین وایسادن. چرا پس بایدن بیشتر من رأی میاره؟ تقلب شده. تا میگه آره دیگه، راست میگه دیگه. به طرف میگم که عزیز من این ادعا خب ادعاست، اثبات نشیش، دادگاه اینو قبول کنه. میگه نه، دادگاه ها نمیخوان در این مسئله دخالت کنن. میگم عزیز من اینجا آمریکاست، اینجا ابرقو که نیست، اینجا جمهوری اسلامی که نیستش که، اینجا حکومت ولایت فقیه که نیستش که. همه زیبایی این دنیای آزاد در اینه که قانون حاکمه. قانون ازش بگیری همون چهارشنبه اتفاق میفته که دیدی. قانون ازش بگیری میشه انقلاب 57. بهترین تصویره همونایی که روز چهارشنبه عکسشون زدن، همونان تو ایران یه اومدن رفتن کاخ دادگستری و نمیدونم مجلس و اینا رو گمر گرفت. یا رفت جای قانون نانسی پلوسی نشست، پاشم انداخت رو پاش. همینا در ایران پیروز شدن و 40 سال در ایران دارن حکومت میکنن. یه گزارشی داشت میداد ایران اینترنشنال، بچه پر رو هم نشسته بود و برای خودش همون روز، من چون مستاقی برنامه داشت نمیتونستم تلویزیون نگاه کنم، داشتم رو یوتیوب یواشکی اینجا مثل بچه تنبلای سری کلاس تقلب از این بغل یوتیوب رو نگاه میکردم، اینم کی لایف پخش میکنه. یه گوشی به این گوشم بود، این گوشیه از این برم، این گوشیه رو در آورده بودم، یه گوشی تو این گوشیم حرفای مستاقی رو میشنیدم، با این یکی گوشیم داشتم حرفای این ور رو میشنیدم. ببینم که چه اتفاق داره میفته. دیدم بچه پرو هم نیسته تونتون، اونم داره لایو ویدیو میذاره. من حتی کلیک نمیکنم رو ویدیو اینا، تصویرشون بغل دیدم نوشته لایف، ولی من هرگز کلیک نمیکنم رو ویدیویی. برای منم میفرستن، میگم آقا نفرست اینا رو، من نگاه نمیکنم اینا، برای چی باید اینا رو نگاه کنم؟ برای چی باید یه نمره برش بندازم؟ ایران اینترنشنال رفته بود گزارش میداد از بیولیز دم خونه آقای آلبرت، دیار روز اذیتش کنم سر به سرش بذارم، همونجا و اینکه یه
یه ده ایرانی هم جمع شده بودن و دیدی که میگه ایرانی هم رفته بودن بیرق گرفته بودن اون روز دنبال این ترامپی ها میدویدن. یارو میگه که من نه روزنامه میخونم، نه رادیو گوش میدم، نه تلویزیون تماشا میکنم. یه بار اینجا رفتم اداره سوسیال، چند سال پیش بود، تازه اومده دم اینجا، بعد میرم خودمونو معرفی کنیم، کارت جدید بگیریم، بیمه جدید بگیریم، فلان اینا. مسئوله یه خانم ایرانی بود، با وقاحت تمام این خانم ایرانی به من گفت من نه رادیو گوش میدم، نه تلویزیون تماشا میکنم، نه روزنامه میخونم. گفتم پس عصرا که میرین خونه چی کار میکنی؟ گفت یه سری به فیسبوک میزنم. گفتم همسرت اون بره موب خودتن این بره موب اون فیسبوک نگاه میکنن؟ تو فیسبوک هم تکس میکنین؟ مسیج میفرستین به هم؟ و روزنامه شما نمیخونی؟ تلویزیون تماشا نمیکنی؟ رادیو گوش نمیدی؟ مسئول سوسیال تو اداره سوسیال هم کار میکنی؟ مسئول رسیدگی به پرونده آدمایی مثل من هم هستی؟ و تو آدم بی سوادی که من اجازه نمیدم شما مسئول پرونده من باشی. رئیس تو صدا کن تا بهش شکایت تو بکنه. رفت رئیس رو صدا کرد، ما شکایت رو کردیم، ما رو همون اداره دیگه را اون ندن اداره، تا زمانی که آدرس اون رو عوض کردیم رفتیم یه جای دیگه، دوباره رفتیم اونجا. گرفتاری جامعه من اینه، نه روزنامه میخونه، نه رادیو گوش میده، نه تلویزیون تماشا میکنه. بعد تو ایران اینترنشنال میگه که بایدن میخواد آمریکا رو تحویل ایران و چین بده، آمریکا رو تحویل ایران و چین بده. اون رسانه پخشش میکنه، یعنی سید علی روزخون زپرتکی کارش به جای رسیده که رئیس جمهور آمریکا رو تحویل او بده. یکیشون از اون پشت میدوه، همشهری غضنفر هم بود اتفاقا، خانومه بهش میگه ماسک، میگه ماسک مال گلوبالیست هاست، ماسک چیه؟ ما طرفداران ترامپیم. میدونی چقدر ایمیل فوش و فضیحت به من مینویسن؟ تو بیشوری، تو نفهمی. بذار یکیشو ببینم میتونم برات بخونم. که پارش کردم فکر کنم، بذار ببینم میتونم پیداش کنم. در برنامه با آقای مستاقی مهران اینو گفته، نمیدونم تو مهران الا اسم خودشه، اسم یکی دیگه مکی، مهران مکی گفتید حریص هندیزاده، حریص هندیزاده واکسن زده ولی ترامپ نزده. چون نگاه این آدم رو نگاه کن، میتونی شما مخالف طرفدار آقای ترامپ باشی، مخالف اون یکی هم باشی، ولی این لحنی که به یارو میگی هندی زاده من اینو نمیفهمم. هندی زاده یعنی چی؟ یعنی چون هندی زاده است یعنی آدم بدیه؟ اگه نیویورکی زاده بود آدم خوبی بود اون وقت.
اینه نمیفهمم. در برنامه آقای مصداقی گفتی حریص هندی زاده واکسن زده، آقای ترامپ نزده، تو بیشعوری. این نگاهش هندی زاده. این میخواد همون که گفتم تو برنامه مصداقی، ای کاش اینا، این همه زوری که برای آدم فاسد زده. خیلی بامزه بودن اینا. دیشب من کلی خندیدم. گفتم بهتون که تو یوتیوب شما میتونید نگاه کنید. من کانال تلویزیون کیبل و اینا ندارم، یوتیوب نگاه میکنم. خبرها و اینا رو از تو یوتیوب، برنامه های تلویزیون رو از تو یوتیوب دنبال میشه کرد. لیت نایت شوهای آخر شب آمریکا که دستشون بازتره و راحتتر حرف میزنن و اینها، غالبا همهشون یه تیکه مونولوگ دارن. یعنی اول برنامه شون خودشون میان با مثلا این آقای سینای ولی الله که چند شنبه رو اجرا میکنه و همین روشو داره. دیدی اولش میاد خودش مونولوگ خودشو میگه، بعد میره مهمانی داره. همون یه روشیست که از اینا دنبال همین کاری که اینا کردن، اونم همینو دنبال کرده با درجه یکم اجراش میکنه. من اینا رو گوش میدادم، مونولوگا رو گوش میدم، 15 دقیقه، 16 دقیقه، 12 دقیقه، اینا اون مونولوگ اول برنامهشون رو شروع میکنن، حرفا رو میزنن، بعد میرن سراغ مهمان و بقیه بسته. حالا اگه مهمان مهم بود، جالب بود، اون گفتگوی مهمانم بعدن یه بخش دوباره تو یوتیوب میگردی اونو پیدا میکنی گوش میدی. ولی ساعت 6 و 7 بعد از ظهر به وقت ما اینا میاد تو یوتیوب، میتونی تو یوتیوب نگاه کنی. اگه نمیتونی بیدار باشی ساعت، چون اینا معمولا ساعت 12 شب برنامه‌شون، کی 12 شب میخواد بشینه اینا رو نگاه کنه؟ مگه اینکه شبی استثنایی باشه، مثل اون شبی که داشتن این حمله کرده بودن به این کنگره و داشتن میشمردن و اونا میگفتن که خیلی برای من حیرت انگیز. نه تنها اینا، این حتی نمیدونه که اون یارو که همونطور که تو برنامه آقای آلبرت توضیح دادم گفتم، اون مثلا تد کروز داره این کارو میکنه، اون بازی خودشو داره میکنه، اصلا ربطی به من و تو نداره که. اون برای انتخاب شدن مجدد دنبال آدم میگرده، میخواد آدمشو بیاره، پس بنابراین این کارا رو میکنه که شاید اون عده از طرفدارانی که دور ترامپ هستن بیان به اینم رأی بدن، طرفدار اینم بشن، در حالی که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. چنین چیزی نخواهد شد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اون بازی اون به من و تو ربطی نداره که، اصلا موضوع ما نیست که. من ایرانیه، برای من جالبه، هموطنم. میگه چهارشنبه این اتفاق میفته، ببین حالا میان شما رو همه رو دستگیر میکنن. بذار یکیشو برات بخونم. تو کمونیست آشغال کثافت لجن و همپالکیات شک نداشته باش که پرزیدنت ترامپ برنده انتخابات است و 6 ژانویه به تصویب کنگره خواهد رسید و 20 ژانویه سوگند یاد خواهد کرد. سرتان را محکم بکوبید به دیوار. من فقط نوشتم اون وقت اگه نشد چی؟ تو سرت محکم میکنی به دیوار؟ میدونی چند تا از اینا در طول این 4 سال برای من فرستادن؟ چقدر از اینا زیر یوتیوب برنامه های جمعه من می نویسن؟
با چپ ها نمیدونم 57 57 رو نه چپ ها این کار کردن، همه عکس هایی که میبینی، این آدم هایی که میبینی مجلات دارن منتشر میکنن، همین تیپ، این تیپ بودن، وارد ادارات شدن و مصدر کار نشستن و 40 ساله با ضرب اسلحه و قتل داره بر من تو حکومت میکنه و امروز یه الدنگی مثل خامنه‌ای زپرتکی میگه واکسن رو نه انگلیسی نه آمریکاییش نمیاری. من خوشحال شدم از این خبری که گفت. چرا؟ برای اینکه فکر کنم دیگه شاید این به حرکتت در بیاره، شاید این نقطه بشه که مردم به هم بپیوندن و فکری بکنن. شاید این اشتباهی که برای این میگن که حذف کرد، سریعا توییترش رو حذف کرده. شاید این باعث بشه که مردم به فکر بیفتن، ببینن 6 ژانویه رو، ببینن چه بلایی بود. دختره اومده یه دونه چی میگن شال گردن پیانو هم انداخته، این کلاویای پیانو روش انداخته، گردنی ازش نبرم تو، تازه به اسپری هم زده. گفت برای چی میخواستی بدی تو؟ تو اسمه چیه؟ من اسم فلانی، آدرس هم اینجاست، من از اونجا اومدم، اینا خونه اونه، اینا نمیذارم من برم تو. گفت برای چی میخواستی بدی تو؟ انقلاب شده دیگه، باید انقلاب کنی. چه انقلابی شده؟ اینا انقلابیونه، دیدی؟ یه چیزی که الان مطرحه و دارن راجبش حرف میزنن اینه که حتی ترامپ فرمان نداد به نیروهای ویژه که بیان محافظت کنن. مایک پنس معاون رئیس جمهور به خاطر اینکه زنش و دخترش همراهش بودن، چون میدونست که این مراسم طولانی خواهد بود، این امارات کنگره خیلی جای زیبایی، اگر هر وقت رفتید به واشنگتن حتما برید تماشا بکنید. این ساختمون رو یک مهندس ایتالیایی، یه طراح آرشیتکت ایتالیایی طراحی کرده و ساخته، ایستاده، معمارش ایتالیایی بوده. و به خاطر اینکه این رو 200 سال پیش ساختن، این عمارت رو، اون 200 سال پیش نه برق بوده نه ایرکاندیشن بوده، اینا که نبوده که، اینا برای اینکه این داستان رو بتونن حفظ کنن دست به ترکیب ساختمون نزدن، بلکه یه اغول زدن، یه چیزایی رو اضافه کردن که بتونن مثلا ایرکاندیشن از اینجوری بیارن تو و مثلا بخاری یا هوای مطبوع بده به اینا، یا سیم کشی برق رو اینجوری انجام دادن، لوله کشی گاز رو اینجوری انجام دادن که به عمارت و ساختمون صدمه نزنن، زیباییش رو ازش نگیرن. ولی این اوباشتی رفتن زدن عمل شکوندن، برای که دستت بیا که در 57 چه اتفاقی افتاد. این بهترین تصویره، یعنی چه اتفاق، کیا چجوری شهر رو تسخیر کردن. ایرانی هم دنبال اینا پرچم گرفته بودن، دنبال اینا میدویدن. و این نفهمید که اگر این یارو ردنکه، این یارو کوکلاس کلانیه، این یارو وایت نمیدونم فلان ترشه بیاد سر کار، اتفاقا اولین گروهی رو که بزنه ایرانی ها رو میزنه، چون ما تو شکل تو تصویری که آمریکایی از من داره همه ما ها رو کامن خمینی کمینی کامن میبینه، احمدی نژاد، ما همه اون داریم، ماموتی، همه ما رو ماموتی میبینه به قول خودش. تو چشم اون من این شکلی هم. تو نگو من کروات زدم من فرق دارم، نه آقا. من اتفاقا
تو اون طبقه لولیدم، با اونا همسایه بودم، با اونا زندگی کردم. تو سوئد یه پسره رفت مسجد تولورتان آتیش زد. اول بار که مسجد آتیش زدن، مسجد تولورتان همون جا بود. خواهر این با من دوست بود و توی گنگی که من بودم و خواهره نبود. یه روز اینا بچه همه گفتن بریم خونه این، من گفتم من خونه این خانم نمیام، خونه شما نمیام. دختر التماس میگه نه بیا سعید تو هم بیا. گفتم آقا تو داشت بابات همه از این کله تراشیدهان اینا دشمن خارجی هن، دشمن من هن. گفت نه تو فرق داری، تو هم چی؟ وران سعید اینجوری، تو سعید مایی، فرق داری تو هر وران سعید، تو سعید مایی، با اینا فرق داری. دیدم راست میگه، مثلا سیاه‌پوسته که تو فوتبالشون بازی میکنه اون دیگه سیاه نیست، ولی اگه سیاه رو تو خیابون سعودی میدی، حتی امروز دیگه اونجوری نیست، تغییر کرده. این قصه ما 30 سال پیشه سعودی رو تعریف میکنه. من با این طبقه ها زندگی کردم، باشون میتونم دوست بشم، میدونم اون چه شکلی به تو نگاه میکنه. اول تو رو بیرون میکنه، اول من ایرونی رو بیرون میکنه، منو دشمنش میدونه، منو ماجرای سفارت. این دیوار رو دیدی رفتن بالا؟ این همه عکس رو در مورد من داره که چجوری از دیوار سفارتش میرفتیم بالا، چجوری اینا رو گروگان گرفتیم، چجوری اینا رو آزار دادیم. من نمیدونم چرا ایرونی پرچم رو گرفته و دنبال اینا میدوید، هنوز نفهمیدم که این اگه برگرده اول تو رو میگیره. چرا دست انداختی دوم تمساح، خودتو وز کردی به دوم تمساح؟ این اگه برگرده بین توی میزنته. دیدی که سه سود همشون شناسایی کردن و همسرم گفتم این حالیش نیست، اون که اون وسط بیشتر از همه داره داد میزنه فریاد میزنه، اون مسعود صدرالاسلامه، اون همونیه که مصداقی داره تعریف میکنه، نوار کوثر، چهار تا نوار کوثر، جلسه کوثر، او همونه، اون که داره بیشتر داد میزنه، او اتفاقا همون مامور FBIه، اون داره تو رو عکست داره میگیره. تو هیجان، حالیش نیست. اومده میگه نه اینا چپای گلوبالیست بودن، چپای گلوبالیست های چپ بودن، اینا اومده بودن خوششون رو جا زده بودن این وسط. سه سود تمام عکساشون رو در بودن، گفتن آقا این آقا این کار هست، این آقا این کار هست، این آقا این کار هست، این همه رو عکساشون رو در بودن، سوابقشون در بودن، نشون دادن. بهار خیلی حرف زدن. این ماجرای واکسن امیدوارم تناب داری باشه به گردن خامنه ای و همه این ارازلو باشه. امیدوارم این نقطه تکیه باشه برای اینکه ایرانی ها رو دوره هم جمع کنه. دنبال ترامپ نرن، ترامپ کمکت نیست، ترامپ قرار نیست تو رو نجات بده، ترامپ هیچکی رو نمیخواد نجات بده. ترامپ همین دیدی سخنرانی کرد، در سخنرانی بهشون گفت های مردم برید مجلس رو بگیرید، من همراه شما پیاده خواهیم رفت، همه با هم پیاده به سمت مجلس حرکت کنید، خیابون پنسیلوانیا رو بگیرید به سمت مجلس، من هم در کنار شما خواهم بود، فلان بهمان. وقتی که کار گند کشیده شد
دیروز اومد گفت ما قانون مملکت ما حکومت اینا مال ما نبودن، همشونو میگیریم یکی یکی پدرشونو در میاریم، همشونو میاریم زندان، همشونو محاکمه میکنیم. اه 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 تو به من گفتی بیا من همراهتم، منم خودم باید پیاده میام. تو به این میخوای، تو خود تو بس کردی به این 24 ساعت طول نکشید، 24 ساعت طول نکشید، از 4 بعد از ظهر تا 9 صبح فردا 24 ساعت نشد. اونجا گفت بریم همه با هم پیاده می رویم، من هم همراه شما، همه با هم یالا راه بیافتیم بریم، بریم بریم به سمت کنگره و اونجا داد بزنیم به همه این نماینده ها. البته بعضی هاشون کمتر داد بزنید. مایک پنس نتونست، این آبرو ما رو برد، این اون کاره نیست، خودمون باید بریم حق اونو بگیریم. بریم منم دارم میام، همه با هم پیاده راه بیفتیم، یا علی بگیم بریم تموم کنیم کارو. فردا صبح اومد گفت ما حکومتمون فقط قانونیه، قانون میگه. یه دفعه اینو میخونه، یه دفعه میچرخه از این یکی میخونه. همه رو بگیرید، پدر همه رو در بیارید. تو رفتید با این دست انداختی میخوای این بیاد تو رو نجات. آقای پرویز صیاد، این ناجی تو نیست. 4 سال فقط فقر در مملکت من بیداد کرد. فقط من شدیم، پدر مادر ایرانی ها، خانواده ایرانی ها من شدن از ورود به آمریکا. چه در دوره اوباما، چه در دوره این بدتر. فقر بر مملکت من حاصل شد. چه ضرری به حکومت زد؟ یک چه باید نشون بده. قاسم سلیمانی، نمیدونم برای چی قاسم سلیمانی رو کش. قاسم سلیمانی هیچی نبود، خودش قاسم سلیمانی رو گنده کرد. هیچ اتفاق نیفتاد جز فقر و فلاکت و بدبختی برای مردم ایران. چه چیزی حاصل کردید شما از اینکه چشم بسید با آمریکا؟ 40 سال منتظرید با آمریکا. یه جا بیدار شیم، یه جا بفهمیم. گفت این یارو شومنا 10 دقیقه یه رو 15 دقیقه گفتی حرف میزنم، خود یه ساعت دیگه حرف میزنی. قرار شد این مردم مال بردم باشه، به تو چرا همش خود حرف زدی؟ سیاوش می نویسه با سلام و احترام جناب بهبانی، جز علاقمندان به تلویزیون و برنامه های شما به خصوص جناب شاهینپر عزیز و ایرج مصداقی نازنین و آقای بوتساد و 80% برنامه شما را می بینم و گوش می دهم. به افراد داخل ایران بسیار سفارش و تاکید کرده به دیدن میهن تیوی و تمام این دلایل به خاطر تجربه بنده و شناخت صداقت و شخصیت شما که اگر غیر از این بود همچین افراد ساده و غیر وابسته و آگاه و بدون تبلیغ خط فکری شخصی و سیاسی به مردم آگاهی میدن، واقعا قدردانم از شما، به خصوص جناب شاهینپر و عزیزانی که نام بردن و میزان اطلاعات و تجربه های ایشان که خیلی به آگاهی بیشتر من به خصوص در ضعف آگاهی از تاریخ وطن که چه بر ما گذشته و با ندانستن این مطالب هنوز اندر خم کوچه و کوچه ها باید بمانه. خب ببینیم چی میده. یه لحظه خیلی کار دارم، یه لحظه اجازه بده ببینیم چی میخواد بگه. خب یه بار دیگه زنگ بزنیم من به شما جواب بدم. ببخشید حواسم پرت شد، بذار من اینا رو درست کنم. نمیدونستم با این سرعت شما تصمیم میگیرین که زنگ بزنی. حالا در خدمت. بله
حالا در خدمت شما هست. به یه لحظه اجازه بده من شما رو وصل کنم. بفر. سلام. سلام. خوب هستی آقای بیگانی؟ خسته نباشی. بفرم. خوب هستی؟ خسته نباشی. بفرم عزیز من. سه دفعه اینو گفتی. میخواستم در مورد یه چیز، یه مطلبی با تو صحبت بکنم. خب بفرم. آقای خامنه‌ای امروز گفته این واکسن انگلیسی و آمریکایی ضرر داره و مردم ایران نباید از این واکسن استفاده بکنن. یه کاری میکنه، کاری که غیر قانونی، یه کاری که ملت ایران بدبخت بمیره. شعر آقای بیروانی در مورد صحبتی آقای خامنه‌ای صحبت نمکنی. بسیار آقای ممنون. چه کار کرد؟ ممنون. مرسی. شما شنیدم. ممنون. بیش از این دیگه کافی. فهمیدم چی میخوایی. خب شما گوش ندادی. اگه گوش میدادی از همینجا، اتفاقا از اینجا شروع کردیم، همینجا هم تموم کردیم و برگشتیم به سمت شما. دقیقا از همینجا شروع کردیم، از همین ماجرای واکسن و اینکه چرا، و گفتیم که چه اتفاقی در پیش است و چه اتفاقی خواهد افتاد. اما با وجود شما من شک دارم، بازم مطمئن نیستم که حرکتی صورت بگیره. چون شما بیشتر بازیگوشی رو دوست دارید تا واقعیت صحنه رو. کار آزه نیستی انجام بدی، شوخی کنیم، تفریح کنیم، اینا رو دوست داری. در کار جدی نه. و حاسی آقای جان ممنون، دیدم ایمیلتو خوندم، ازت متشکر و ممنون و سپاسگزارتم. اما سیامک می نویسد در برنامه میکروفون آزاد که جمعه آینده روز اول سال نو است برنامه نخواهید داشت. میخواستم خواهش کنم در این تصمیمتان لطفا تجدید نظر کنید. خب این دیگه تموم شده عزیز نازنینم. اتفاقیست که افتاده که من میدانم که شما عاشق این کار، یعنی تولید و پخش برنامه هستید. آدم که عشق خودش رو یه روز به بهانه روز اول سال نو تعطیل نمیکنه. در ضمن اگر با هر کس هم بخواید گفتگو کنید، من شخصا در حال عاشق این گفتگو است و به خاطر روز اول سال نو حاضر به تعطیل کردن گفتگو نمیشد. اگر جمعه آینده برنامه داشته باشید مطمئنم که دچار عذاب وجدان خواهید شد که چرا روز جمعه تان را تلف کردید. لطفا جمعه آینده برنامه داشته باشید. سیامک. نه سیامک، اتفاقا خیلی هم لذت بردم، هیچ عذاب وجدانی هم نداشتم، خیلی هم خوش گذشت، خیلی هم خوب بود. جای شما خالی، همراه خانواده بودم، یه روز کامل استراحت کردم. نه چرا عذاب وجدان داشته باشم؟ شهوت این کاری که ندارم که عزیز من. او تموم شده، اینا مال 30 سال پیش بوده. نه، و بالاخره در سال یه روز هم ما حق داریم مرخصی بگیریم از شما دیگه، و یه روز هم برای خودمون باشیم. مختار از شیراز. آقا روزهای جمعه مطلبی رو داری پیگیری میکنی، ناگهان یکی زنگ میزن و رشته کلام گم میشه. خب دیگه اینو نکردم، امسال تصمیم گرفتم که اینجوری رفتار کنم، یعنی اولش خودم حرف بزنم، بعد که حرفامو زدم بعد این سفر رو این شکلی کنم و منتظر بشم که شماها بیاین حرف بزنی. ولی به هر حال رشته کلام گم میشه، در حالی که مطلبی که شما انتخاب میکنی، به خصوص که ساده و صمیمی مطرح میکنی، چون که از دل برمیآید لاجران بردم مینشینند و اصلا ارزش کمتری از یک برنامه تلویزیونی با حضور یک کارشناس نداره. اگر حضور ذهن داشته باشید، قبلا هم در این مورد ایمیل دادم و شما قرار بود یه برنامه داشته باشید که صرفا نقطه نظرات خودتون رو بازتاب بده، تلفن هم باز نباشه. گرچه خوب میفهمم که تنهایی و فشار کار زیاد خستت میکنه، ضمناً بعضی وقتا همین خستگی باعث میشه که با کسی که تماس گرفته و زاویه با برداشتای شما از مسائل داره عصبی برخورد کنی.
دوستت دارم، من و خیلی از اطرافیان من در شیراز برات آرزوی سلامتی داریم. امیدواریم ببینیمت نه از طریق مجازی. داریم کمکایی که قادر به ارسال برای میهن نیست و شاید اصلا قابل نباشه رو جمع میکنیم برای عید و کودکان کار از طرف میهن تیم. واقعا این کار رو بکنیم. عزیزانی که در ایران هستن، ببین 10 دلار و 20 دلار شما در ایران خیلی بیشتر کار میکنه تا اینکه 10 دلار تو به من بدی. اگه واقعا این کارو میکنید، بیا آدمایی رو پیدا کنید که واقعا به اونا کمک کنید بی سر و صدا، بی هیاهو، یواشکی، کاری که پدرانمون میکردن. اگه 10 دلار تو ایران برای من بفرستی، 10 تون که جمع بشین دور هم دیگه، 20 تون که دو هم بشین، 100 تون که بشین میشه 1000 دلار. که هم چیزی که نیست که 100 نفر از ایران به من کمک میکنن، 50 نفر از ایران به من کمک میکنن، نمیکنن که. 10 نفر هم نیست، 1 نفر، 2 نفر، 3 نفرید. اگر 2 نفر فکر کنم هستن، یکی سعید، یکی آقا ابراهیم از ایران، که اونم بهشون گفتم، اونا گفتن نه ما اون کارو میکنیم، این کارو هم دلمون میخواد بکنیم. مگر نه 10 دلار 20 دلار شما خواهش میکنه اینو تو همون ایران یه جایی پیدا کن، همونجا خرجش کن. نه به اسم من، به اسم خوده، به اسم خانواده. به نام خانواده خودت، خیرات به نام نمیدونم گذشتگانت، اسم شرافتت، کمک کنیم به هم. دست در دست هم نهیم به مه، میهن خویش را کنیم آباد. داشتم نگاه میکردم و برنامه گذشته رو دارم جابجا میکنم، از این دیسک به اون دیسک پیادهشون میکنم، و دیدم اون تظاهرات هایی که تو سال 2009 و 10 و اینا تو واشنگتن، تو نیویورک انجام میشون. محسوبی که نوشته بود نمیدونم دست در دست هم نهیم به مه، میهن خویش را کنیم آزاد، رو تابلو کرده بود، گردنش انداخته بود، یادش بخیر، یاد اون روزا. و اون عزیزانی که امروز با ما دیگه نیستن، مثل آقای پیران و عزیزانی که بودن و حالا نیستن و همراهی کردن، چقدر به ما کمک کرد. خیر، پرهام از ایران نوشته که شهرام این نه برنامه علمی داره، نه حرف حسابی داره، نه سخنی از دیالکتیک، و اینا ادعای دولت موقت رو هم دارن. کی به این دولت رأی داده بود که پول گرفت از مردم؟ 51% مردم ایران این اصلا این حرفا رو نمیشنون. اپوزیسیون ما علمی نیست. بسیار خوب آقای پرهام از اینکه رجوع اپوزیسیون علمی حرف زدی. به هر حال در خدمت شما هستم، اگر که مایلید تماس بگیرید بشنویم حرفای شما رو، اگر نه که بریم سراغ یه موضوع دیگه و یه موضوع دیگر رو مطرح بکنم. بعد گفتش که چرا با ما تماس نمیگیرید. بله، یه لحظه حضور داشته باشی، من شما رو وصل کنم. بفر شما هم که قطع کردی. خیر، آره اینا ماجراست و خیلی ما گرفتاریم. ما یه ذره دو ذره گرفتاری نداریم، ما گرفتاری های فراوان 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 گرفتاری داریم. بذار ببینم که این عزیز چه میگوید. بفرمایید شما، بفرم. الو، شما بفرم. الو، بفرم، بفرم، بفرمایید. از
هستم. خب بفرمایید آقای دانیو، سال نو مبارک، بفرم. سال نو شما همچنین. من صحبت خاصی نمیخواستم بکنم، فقط خواستم بگم چرا تو برنامه قبل از سال نو آقای میثاقی به من تهمت دروغ تهمت زد در حقیقت. خواستم بدونم فقط. تهمت چی بوده برادر؟ گفتیم چیکار کردی؟ تهمت اینکه من و شما سر قضیه زن با هم دیگه اختلاف نظر داشتیم، در حالی که من و شما سر قضیه زن ما هم هیچ اختلاف نظر نداشتیم. نداریم. خب یعنی چی میگه؟ نداشتیم. شما میگفت اونجا فرمودید که ایشون نمیدونم کلکی هم دارن و فلان و این صحبت ها. خب این تهمت زدنه، این تهمت زدنه دیگه. شما اگر ما مباحثه هم داشتیم سر قضیه بلاروس بود، دوام شما صحبت خود کردی، منم صحبت خودم کردم. حالا هر کسی خودش رو هر برخواست کنه. سر قضیه زن ما نه بحثی با هم داشتیم نه صحبت با هم داشتیم. چون اونجا من محکوم کرد که آقا این ما سر قضیه زن نمیم چی شده، چه کلکی تو کارشه که حالا اومده چیز کرده، در حالی که من تا تحلیل آقای بستاقی خیلی خوشم اومد برای شما ایمیل فرستادم. من هرچی ایمیل فرستادی رو خوندم دیگه. او خب شما بعدش از خود تفسیرم کردی اونجا در حقیقت. نه نمیخوام این حرفو به شما بگم، شما اونجا دروغ گفتی من آقا فلانی سر این آقا سر این جریان ما اختلاف نظر داشت، در حالی که اختلاف نظر ما سر موضوع زم نبود، سر موضوع لوکاشنکو بود. نه اون ماجرای اول بود، سر ماجرای زم شما هم جز کسانی بودی. نه جناب آقای بهبهانی، خب نه شما تشریف ببرید، شما تشریف ببرید زیر ویدیوهای ایران اینترنشنال نگاه کنید، به نظر من قبل از اینکه آقای مستاقی اون موضوع رو مطرح کنه به نظر من اونجا بخونید. بسیار ببرید. من با همون با آیدی دانیل خاساروف اونجا هم گذاشتم، شرط گذاشتم قبل از اینکه آقای مستاقی در این زمینه صحبت کنه. بسیار. شما لطفاً من دیگه تهمت نزنید. بسیار. ما ممکنه سر جریان رئیس جمهور پوتین، سر جریان رئیس جمهور لوکاشنکو با شما اختلاف نظر داشته باشم، ولی در مورد آقای رولازم هیچ اختلاف نظر نداشتم. باید. یعنی چی؟ آقای یعنی مستاقی و آقای رولازم رو چجوری تعریف کردی؟ یعنی بله؟ یعنی چجوری تعریفش میکنی؟ رولازم رو چجوری تعریف میکنی؟ رولازم یه بازیچه بود، بازیچه دستگاه اطلاعاتی بود، یه آدم خودشیفته بود که تو دام خودشیفتگی خودش افتاد، توهمی، اون آدم متوهم بود. خب. یه آدم متوهمی بود که تو دام خودشیفتگی خودش افتاد، با وجود اینکه میدونست داره دروغ میگه به این دروغگویی ادامه داد، آخرش هم غرق دروغگویی خودش شد، همون شده. بسیار. اینا من قبل از اینکه آقای مستاقی هم صحبت بکنه، البته من طرز تفکر من بعد از که با آقای صحبت آقای مستاقی آشنا شدم خیلی تحت تاثیر ایشون البته هستم، من تا هم ایشون آنگلوفیل هم، منم به قول شما گفتنی رو سوفیلم دیگه چیکار کنه. بسیار. ولی از خیلی از خیلی نقطه نظر اون یکیه. بسیار. و ایشون رو من البته تاثیرکار بودم. موفق باشید. مرسی. برای تو موفقیت. منم برای شما همچنین. مرسی. ببخش. اگه ناراحت شدی عذرخواهی میکنیم، ولی یادمه که انگلوفیل هم نمیدونم. برنامه خوب قابل سمعی داری، فقط این آقای دانش به من خبرنکو بزنیم چی میگه. سلام بر تو نازنین، امیدوارم خوب و سلامت باشی، بهت تبریک میگم، برنامه خوب و قابل سمعی داری، فقط این آقای دانش عنوان خبرنگار هست زیاد به ریتم برنامه‌ات نمیخوره، چون تحت عنوان استقلال بی‌طرفی از رژیم به قول تو اهریمنی جمهوری اسلامی دفاع میکنه. در پاسخ سوال تو در خصوص پدرک واسجان تلیسی بزرگ سلیمانی جواب داد به نفع مردم نبود و از این فرماندهان هزاران نفر مثل او و سلامی و قاهانی و و و وجود داره و اگر آمریکا حمله کنه ایران تجزیه میشه، همون حرفی رو میزنه که جمهوری اسلامی میگه، در صورتی که هر چقدر این حکومت دوام بیاره خطر و علاقه به تجزیه ایران بیشتر میشه. سعید عزیز برات آرزوی سلامتی و موفقیت میکنن، در آلمان تمام عیار در خدمت هستم، امیدوارم اوضاع درست بشه بتونم زیارتت کنم. تصدقت فرزان.
فرزان جان دمت گرم، خیلی ممنون از این فرزان دوست قدیمی رفیق شفیق ما. عرضم به حضورت که اگر که همون فرزان خودمون باشی، نمیدونم همون فرزان هستی یا نه، ولی به هر فرزانی هستی دمت گرم، مرسی، ممنون. یه موضوع هست با اون اینه که منم اینو باور دارم اگر که به ایران حمله بشه شرایط در ایران سخت‌تر میشه. من باور دارم که ایران، نه باورمه، اون پتانسیل تجزیه شدن رو نداره. هرچی میخواسته بشه تا حالا شده، دیگه این بیشتر نمیشه. بعدم یادت باشه که در همون گذشته های دور هم اون مردم ها نبودن که جدا شدن، یادمون نره. این زد و بند دولت بوده، دولت این کاره، حکومت این کاره کرده. یعنی اگر ما هفت شهر قفقاز رو تحویل دادیم، این مردم ها نبودن که میخواستن برن اون ور، جذب اون ور بشن، بلکه در شکستی که ایران خورده و میرن در میشینن با هم در اونجا در گلستان و ترکمنچای و فلان امضا میکنن، تسلیم میشن، قرارداد صلح مینویسن، اینا جز شروطش صلح بوده. اون مردما نمیخواستن برن اونجا تجزیه کنن خودشونو، همچین میلی به چنین کاری نداشتن، بلکه این اتفاق اونجوری میفته. همین داستانش اینه. اشتباه کردم، یه چیز دیگر رو با یه چیز دیگه. بنابراین در ایران میل به تجزیه از نظر مردم وجود نداره، ولی اینکه آیا خارجی به دنبال این کار هست، من باور دارم که هست. هیچ بدشون نمیان. اردوغان از یه طرف در فکر ایجاد امپراتوری بزرگ عثمانه، عثمان امپایر رو میخواد راه بندازه، اسرائیل از این بابت بعدش نمیاد تیکه تیکه کنه، اما یه چیزی یادتون نره و یادمون نره که یهودی ها جزء گروهی از ایرانی ها هستن که ایران رو خیلی بیش از حد دوست دارن و اصلا در کتاب دینی و فلانشون هم راجع به این موضوع ها بسیار بسیار با احترام از ایران و ایرانی نام برده شده. بفرم. سلام و درود بر شما آقای بهبانی گل. لیلا هستم. درود بر لیلای عزیز من از ویرجینیا. یه دفعه دیگه هم زنگ زدم اسکی صدام نمی آمد، قطع شد. نه، چند بار مثل این 703 این 703 رو دیدم چند بار زنگ زده. آره بله، ولی صدا، من هرچی گفتم آقای بهبانی آقا دیدم مثل که صدا نمی آمد اون بر. به هر حال زنگ زدم بگم خسته نباشید، دیگه تشریف ببرید خونه بقیده من. از صبح ماشاءالله نشستین اونجا، خسته شدی دیگه. باشه. بعدم توی برنامه هاتون که واقعا عالیه، هر روز. ولی یه دونه از برنامه ها رو بذارین، مثلا گفتگویی با یکی از هنرمندا. حالا این هنرمند یا نقاشه یا نویسنده است یا هنرمنده. مثلا دیروز تولد آقای اردوان مفید بود. آه خب، خیلی خوشحالیم از با هدام تولد مبارک باشه. بسیار خوب. مثلا در هفته یه دفعه 10 دقیقه با یکی از اینا صحبت کنین، برنامه تون هم متنوع تر میشه دیگه. از این همه سیاست خسته میشه. خیلی باش جد. خیلی ممنون. قربان. سلام برسونید، ویکند خوبی داشته باشید. مرسی عزیزم. خدا نگهدارتون. خدا. اتفاقا اینا خانواده مفید از همسایه خوب ما بودن، بچهای نارمکن. و همون میدون حفوظ اونا خونهشون خونه بزرگ اونجا بود و من با هومن مفید خیلی یه روزگاری از اردوی رامسر و اینا یار صمیمی بودیم و دوست بودیم و یادش گرامی. منه همون که آقا موشه رو در شهر قصده بازی میکرد، کوچکترین عضو این خانواده است. و
چشم، حالا این کار رو خواهیم کرد. ولی اون کار خب یه چیز میخواد، یه آدمی میخواد که اون کار بلد باشه. من که اون کار بلد نیستم، چی میدونم مثلا نقاشی چیه، مجسمه سازی چیه. کسی میخواد که اون کار رو حرفه‌ای بدونه، بتونه بره جستجو کنه و بعد کار کنه، وقت بذاره، رژیم همون هنرمندی رو که میخواد دعوت کنه بره قبلا بخونه راجبش، با خود هنرمنده یکی دو بار تلفن پشت صحنه با هم حرف بزنن، یه موضوعایی رو همین کارهایی که رسانه ها میکنن بنویسن، با هم دیگه این پیس رو آماده کنن، بعد بیان اینجا اجرا کنه. من کی باید این کارو بکنم؟ کجا وقت دارم؟ باور نمیکنی 8 صبح میام تا بی اقراق 8:30 هشت شب هر روز، و دیگه سنم هم گذشت و اون نیروی جوانی و اینا هم دیگه نیست، خیلی هر روز داره سختتر و سختتر میشه، اصلا نشستن صندلی هم کار سختی شده. خب باید راه بری، ما اصلا راه نمیریم. یکی از دلایل بیماری ها همین راه نرفتنه. باید راه بری، پیاده بری، از برنارچا این در حقیقت بزرگ مرد انگلیسی پرسیدن راز موفقیت شما در چیست که اینقدر سرحالی در این سن و سال؟ آیا ورزش میکنی؟ نه خیر، من دنبال جنازه ورزشکارا پیاده میرم. بفر. درود به شما جناب بهبهانی، مرداد هستم. آقای مرداد بفرم. این اتفاقی که روز چهارشنبه افتاد یک جورایی منو یاد خودم انداخت در دوره جوانی، در 57. آره در 57 قبلش بود. آره منم همینو دیدم، یعنی همینا همونایی بودن که در 57 اومدن و رفتن و گرفتن. تو دوره نوجوانی و جوانی خب من بچه مسلمون بودم و به مقدار کمی در واقع تو سن 14-15 سال در مسجد، و بعدش دوره اواخر دبیرستان و ابتدای دانشگاه هم دنبال دکتر شریعتی، بعدش هم اومدیم خارج جذب باقی مونده در واقع انشابات کنفدراسیون شدیم و شدیم مارکسیست لنینیست. من یادم میاد توی بحبوحه دوره انقلاب، یعنی دقیقا آذر سال 57 که سر همون جریان تاسو و عاشورا این حرفا بود، مثلا من رفتم ایران، حالا واسه در داستانی، من اون موقع عمیقا بر این باور بودم، یعنی وصف به شما میگم باور بودم، باور میکردم این مطلب رو از ته دل میگفتم که مثلا به خانواده و دوستا و برها آشناهایی که دورور ما بودن، و ما هم خب مثلا خیلی سر عمر از خارج اومده بودیم و سیاسی بودیم و از این داستانا، که توی زندانای ایران صدها هزار زندانی سیاسی هست، و اینو من مطلقا شکی بهش نداشتم. در واقع بعد از اینکه به هر حال انقلاب شد این حرفا رو دیدن، یه چیز نزدیک زیر 3000 نفر تو زندان‌های ایرانن و یه چیزی هم 2000 خورده نفر در واقع کشته شدن. این داستان این آدمایی که به اصطلاح تأیید شدن نسبت به دروغایی که ترامپ قبلا میگفت، بله، و اون روز هم باز خودش تکرار کرد، پسرش تکرار کرد و آقای جولیانی تکرار کردن و اینا رو تایید کردن، اون آشوری که به وجود اومد به وجود اومد. من امروز برنامه شما رو با آقای آلبرت نگاه میکردم و خب آدم وقتی که یک جورایی گرفتار ایدئولوژیه، که من اون موقع بودم دیگه، من خودم دقیقا اون حالات و حرکات و ذهنیت ها رو که به اصطلاح سرچشمش یک جورایی بر اثر باور بود. آدم هم یه مسئله هستش، شرایط ذهنی خودش هستش، شرایط اجتماعی هم باعث میشه که این باورا بهش دامن زده بشه و خب بشه یک خب بذار من میدونم چی میخوای بگی، بذار بریم یه بحثای بهتر بکنیم.
من یه مثالی برات میزنم، بعد یه سری سوال دارم، دلم میخواد این سوالامو جواب بدی. اغلب برسه چشم. آره نه، سوالای چیزی که میدونی. من کلاس دوم دبستان بودم، یعنی 7 سالم بود، شایدم 6 سالم، چون من خیلی زود 5 سال و نیم و اینا رفتم مدرسه. و مدرسه می رفتم به نام راه زندگی، یه خانم دکتری، خانم دکتر احمدی از بنی احمدی نمیم از آمریکا تحصیلات نمیم چی کرده بود، برای نخستین بار یه مدرسه در ایران درست کرده بود به نام راه زندگی. این مدرسه خصوصی گران قیمتی هم بود و بابای خدا بیامرز ما خیام که هرچی مثلا گرونتر بشه مثلا بچهش درس خونتر میشه. و من تو اون مدرسه که تو خیابون حقوقی بود بین آمل و حقوقی از دو سر این مدرسه را داشت و اتفاقا این چیز بود، گوگوشم بچه های داییش میمدن مدرسه ما، هم کلاس ما. این زورا قابلمه غذای این بچه ها رو میابرد در مرسه تحویل میدن. یه دوستی داشتم، هیچ وقت چهرهش یادم نمیره، یه جوان قد بلند زردنبو بود، ولی هم چهره زردی داشت، ولی موهای روشن و بلوندی داشت و اینا، مسیحی بود، ارمنی بود، اسمش ویکتور بود. ما بچه بودیم، یه حوزی هم توی این مدرسه بود که از دور حوزه رو فنس کشیده بودن که بچه ها نرم بیفتن تو حوز، و بچه های قایقایی درست میکردن، کلاس بالاتری ها، بعد روی یکیش مینوشتن آمریکا، روی یکیش مینوشتن شوروی، بعد این قایقه رو مینداختن تو این حوزه، تو زنگ تفریح ما میرفتیم دور حوزه جمع میشدیم، بعد این بچه ها با سنگ میزدن که قایقه بره زیر آب. هر وقت که قایق شوروی میرفت زیر آب، این ویکتور به خاطر اینکه ارمنی بود و فامیلاش در ارمنستان شوروی بودن، یه جوری تعلقات فکری داشت به شوروی، نه اینکه کمونیست باشه، ما که بچه بودیم مثلا اینا رو نمیفهمیدیم، ولی همین در همین حد که فامیلاش در ارمنستان بودن، این یه تعصبی نسبت به ارمنستان و اینا داشت. هر وقت که قایق شوروی، که بیشتر هم قایق شوروی رو بچه ها هدف میگرفتن، هم چرا، و قایق شوروی میرفت زیر آب، این ویکتور شروع میکرد اشک ریختن و گریه کردن و اینا. حالا داستان این عده ای از عزیزان منه که علی خصوص یهودیان ما، ایرانی ها، کاری که ترامپ برای اسرائیل کرد کار بزرگی بود. هیچ رئیس جمهور آمریکا جرأت چنین کاری رو نداشت. گفتن اونم به خاطر این بود که خود آقای آلبرت هم تو دوستا برنامه راجبش حرف زد، اونجلیستا خیلی در دولت ترامپ نفوذ داشتن، مثلا اونا گرداننده اصلی بودن، و در عقیده اونجلیستا اینه که وقتی عیسی برمیگرده که جهان رو آباد کنه و جهان و مردم رو هدایت کنه، شبان و گوسفندا رو ببره به مزرعه، در اسرائیل این اتفاق خواهد افتاد و در اورشلیم او به زمین خواهد بازگشت. بنابراین اورشلیم در نگاه اونجلیستا یه مقام بزرگی داره. به همین دلیل هم دیدی که یه سکه های طلا درست کردن، یه ورش کوروشه، یه ورش ترامپه، یعنی ترامپو در حد سایروس قبولش کردن که نجات بخش یهودی ها و اونجلیست ها و این هاست، و پشت سرش خورشیده که مسیح میاد، که مثلا فرض کنید که این تپه های جولان و اینا رو خب رفت اونجا وایساد و این بلندی ها رو آقای پومپئو رفت اونجا و سرود خوندن دیگه، یه نوحی چی میگن روزه حضرت رقیه رو اونجا خوندن و به سبک خودش. یه دلیلش اینه، یه دلیل اصلیش به نظر من اینه که یهودیای ایرانی
به خاطر این کار ترامپ رو براش کمک میدونن و دوستش داشتن. یه دلیلش اینه، دلیل دیگه نداره واقعا. اما سوالم اینه که وقتی راجع به کنفدراسیون حرف میزدی، کدوم شهر بودی شما در آمریکا وقتی که اومدی اون سالهای اول؟ من خود لس آنجلس بودم اون موقع دیگه. کنفدراسیون گروه های مختلف هست. چه سالیه که داری تعریف میکنی؟ من سال در واقع 77 بودم، ولی تا اینکه به اصطلاح بخوام جذب یه جریانه بشم با به اصطلاح نخوده بودم. از این کنفدراسیون میرسن تو اون، از اون کنفدراسیون میرسن تو اون، همشون هم کنفدراسیون بودن دیگه. اون موقع یک جریانی بود به اصطلاح بهش میگفتن خط میانه، روزنامه حقیقت میداد، میگفتن کنفدراسیون احیا به اصطلاح پراودا، برای بچه های هوادار سازمان چریکا فداخر بودن، گوش میدین. بعد به اصطلاح یه گروه سیست هوادارای برسیس بود، به اصطلاح طوفان بود، اونایی که دنبال مرکزیت دارمشتات آلمان بودن و رنجبران دیگه. تا اونجا که ذهنم به هم اجازه بده، خب پیکار که بود، سازمان خود مجاهدین تشکیلات منسجمی نداشتن هنوز اون موقع. بعدن سازمان مجاهدین تقریبا بعد از انقلاب، یعنی بعد از سال 57 توی خود لس آنجلس، بعد از سال 57 تو همین شهر اینگلوود، خب مثلا خانه چه میدونم اون ایرانشون هم تو همون شهر لس آنجلس. تو لس آنجلس که زندگی میکردی، کجای لس آنجلس زندگی میکردی؟ تو ولی که نبودین اون موقع؟ نه من ولی نبود این پایین. نه من خود لس آنجلس زندگی میکردم. خب اون وقت خانه ایران کجا بود؟ خانه ایران اون یه چند جا بود، یعنی یه چند جا یادم بود. هر کدوم از این گروه ها یه جای جمع میشدن، یکی دوتاشون که مثلا من باشون میمدم میرفتم این حرفا، یکیشون طرفای بالای خیابون ویلشر، یه جای خیابون شیشم این صحبت ها بود، این برای بچه های هوادار سازمان چریکا. من بیشتر به اونا گرایش داشتم، برای بچه های اتحاد کمونیستی بودن دیگه. و چون خودم هم ذهنیت منسجمی نداشتم. خب هم کافیه. نه پس بنابراین اینجوری که ببین، در واشنگتن هم همینطور بوده. من اینجا نبودم، من تو اروپا بودم، بعدم با کنفدراسیون نبودم، ولی میدیدم بچه ها دوستان بودن. خانه ایران اینجا بوده، یعنی همه جای خانه ایران بود. تو پاریس هم یه خانه ایران بود و این خانه ایران در حقیقت جایی بودش که بچه ایرونی ها همه اونجا جمع می شدن. این چرا این نمیاد؟ این نمیده. یه لحظه من سینه اینجا گیر کرد. همه این جریان ها اونجایی که جمع می شدن بهش می گفتن خانه ایران. به صلاح من تا موقعی که یادم میاد، منم در واقع سیاه لشکر بودم، ذهنیت منسجمی نداشتم. از نظر توریک هم که وزم هم خیلی خیت بود، مثلا اگه قرار بودش که یه کار عملی انجام بدن، نمیدونم شعاری بنویسن، نمیدونم چه میدونم بنری بخوان درست بکنن، تو اون موقع من یادم میاد دنبالی همچین حرکاتی بودم. و درد اصلیم هم این بودش که اینا چرا با هم متحد نیستن، چرا با هم متحد نمیشن. و تاریخچه کنفدراسیون هم اون موقع خودم نمیدونستم که اینا تازه انشابشون از سال 74 شروع شد و تقریبا همون سال 75-76 به نهایت رسید. از هر کدومشون از این جریان و کنفدراسیون این همه جریان های مختلف اومد بیرون. یه نکته ای رو شما گفتین پس ذهنم هم هست، تا وقتی که پس ذهنم بزنید در این موردم یک دو کلمه بگم. به اعتقاد من یکی از ایرانی ترین
اسمش میذارم به هر حال جماعت، چه میدونم، نمیدونم چه واژه‌ای رو به کار ببرم. ایرانی ترین ایرانی ها هموطنهای یهودی ها ما هستن. آخه یه بحثی هم که هستش که خیلی ها دامن بهش میزنن، مثلا داستان ماها که نژادمون آریایی ها. من فکر نمی کنم یه چهار تا آدم واقعا آریایی که از نژاد آریا باشن گوش میدیم به اون درکی که ما داشتیم. ما نمیدونم این همه تحت تاثیر، تحت اشغال کشورهای مختلف بودیم و اومدیم و به هر حال نژاد سالمی، نژاد پیور و به اصطلاح تمام کمالی از ماها نیست. ولی یهودیا کماکان خودشونو زیاد قاطی نشدن. ولی از زمان کوروش به این ور که ایرانی بودن، ایرانی هستن و ایرانی خواهند بود. من اعتقادم عمیقا بر این اعتقادم که برحال بین آقا دینش بشونه تو کتاب دینیش راجب این نوشته، راجب ایران کوروش نجات داد، نمیدونم کوروش اینطوری کرد این اونطوری احساس رو، این احساس رو بقیه یهودی ها به اون صورت ندارن، به کوروش دارن، چون من دوستان یهودی دارم، به کوروش دارن، دوستان یهودی غیر ایرانی دارن، به کوروش دارن. ولی ایرانی های یهودی واقعا ایرانی پرستن، وطن پرستن، ایران پرستن. من عمیقا بر این باورم که بین کشورهای عربی و اما اقسام به صلاح گروه و طایفه به صلاح عرب نژاد، نه عرب نژاد ایرانی، عرب نژادی که به صلاح برحال از باقی کشورهای عربی هستن، من معتقدم که متحد طبیعی ما هم یهودیان در مقایسه با بقیه عرب ها، یهودیان و در مقایسه و بقیه کشورهای عربی قطعا و 100% اسرائیل، کشور اسرائیله. اینو من بهش باور دارم. همینطور. ولی میگن ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسی رو در قدرت نکنیم. من اعتقاد دارم کار درست کار درسته و ذهنیتی که یه جایی میخواد اشتباه بده، چون من بیشتر عمرم و اشتباه رفتم و دلایل اشتباه رفتنم هم یه جورایی فهمیدم، حالا همش ممکنه نه، خیلی ها این اشتباهاتو هنوزم که هنوزه با توجه به این همه تجربه یک جوری دارن میرن دنبالش. ممنون. من دیگه مساهمتون نمیشم. امیدوارم بقیه دوستان زنگ بزنن نظرشونو بگن. من خب تو یادم نرفته اینو درست کنم. خیر بذار میخواستم نتیجه بگیرم آقای مردار، و اون اینه که ببین اصلا این همش اشتباهه، یعنی همه این داستان کنفدراسیون ها نه همش دروغه، اصلا نمیره بخونه، اصلا نمیدونه. مثل همین داستان یارو پسره بود که بهت گفتم که پریده بود جلوی اینا اینترنشنال، میگو بله من نه روزنامه میکنم، نه تلویزیون تماشا میکنم، نه رادیو گوش میدم، نه هیچی، ولی بایدن میخواد آمریکا رو تحویل ایران بده و چین. یا اون یکی میگو ماست نمیزنم برای اینکه گلوبالیستا و فران. خب اینا همینه، درد من اینجاست. من باور دارم، گفتم این حرف اصلاح طلبا انداختن 30 سال پیش که همین بازیه، نمیدونم حکومت شکل مردمه، نه مردم شکل حکومته، مردم شکل حکومت میشه، قدرت تعیین میکنه هر دیسکورس، هر گفتمانی رو. اخلاق یه گفتمانه، گفتمان بدون قدرت شکل نمیگیره. قدرت تفنگ نیست، قدرت فقط تفنگ نیست، مدیا در اختیار دولت تو مملکت من، اینجا هم یه جورایی وابسته به کوپریشن ها، اینا هم خط کوپریشن ها رو پیش میبرن. این آقای مرداخ
فردا میتونه همه اینا رو بیرون کنه، بگه آقا از فردا باید اینجوری حرف بزنیم. اینا سر عقیده که نیستن، که سر حقوق سر ماشه. حقوقشو بده هر جوری تو بخوای حرف میزنه، سر قلمش میچرخه. تمام گرفتاری سر ندانستنه. ما نمیدونیم. ما الان این من خوشحالم که دیگه نگاهی بکنی به این عکسا یادت میفته 57 این حرفا رو نزن. همین کنفدراسیونی که راجبش صحبت میکنه همون 74 تموم شد، سال 53 تموم شد. شاه در اوج قدرته. سال 1300 شهریور 50 که میگه ضربه بزرگ زده به همین پرویز ساعده بتی، اومد تو تلویزیون نشست و گفت ما همه رو به اصطلاح نهضت به اصطلاح آزادی و مارکسیستای اسلامی رو همه رو از بین بردیم. تا سال 1353 54 درست همین موقعی که داری تعریف میکنی، 1973 ایناست. اینجا در آمریکا حسین روحانی از اعضای مجاهدین یه نامه‌ای که می‌نویسه اونجا درخواست آزادی زندانی‌ها رو می‌کنه، اون زیرش می‌نویسه مجاهدین خلق ایران. اینا تو زندان اسم نداشتن، می‌گفتن بذار مهندس یعنی بازرگان بیاد از زندان بیرون تکلیف رو روشن می‌کنه. منتظر آزادی مهندس بودن یعنی بازرگان. اینا همه پیروان نهضت آزادی بودن، اینا همه بچه مسلمون بودن از حزب ملل اسلامی و اینا اومدن بیرون. مثل خودت شما که گفتی من اسلامی بودم. بعد در ایران به خاطر مبارزه با کمونیسم دیگه اینا چیزهای تکراریه بی خودکیه، همه میبلدن اینو. شریعتی مریعتی رو برات هوا کردن، امام زمان میخواستن درست کنن برات، قرار بود امام زمان درست بشه، شیکه از زودتر مردم ریختن تو خیابون، یهو به هم خورد، بازی تغییر کرد و خمینی سر بردر آورد. قرارشون این نبود، یهو این اوباش ریختن همه چیزو به هم زدن گرفتن، ماجرا عوض شد. همه کنفدراسیون میبینی میگه دفتر خانه ایران، اینا هفته یه روز یه جا جمع میشدن، یکی از این بچه ها نهار میپخ، غذا میپخ، نهار نه غذا، غذا میپخ، می آورد اونجا می فروخ، پولشو می گرفتن جمع می کردن، یه مقدار بابت خرج متریالی که خریده بوده اونو به طرف می دادن، موز نه کار کردم اینا نه، اون خیراته. بچه ها هم می رفتن کار می کردن، از جیبشون از کارشون سال می من 5 دلار 10 دلار می دادن به کنفدراسیون. این که نمیدونم انگلیس ها آوردن پول دادن اینا، اینا شوخیه، اینا دروغه، اینا واقعیت که نداره که، نه الکی میگه این حرف رو. ولی یه چیزی وجود داشته، دفترش معلوم بود، آدرسش معلوم بود، چهارشنبه ها میتونیم بریم تو دوپان سیرکل تو واشنگتن، بچه ها همه اونجا جمع میشن، اقتداری مقتداری اینا میان اونجا، همین هایی که داری میگی. امروز شما به من بگید که این مثلا سازمان هایی که تشکیل میشن، همین شورای گذار آدرسش کجاست؟ من خواهد نام بنویسم، به کی باید نام بنویسم؟ آدرسشون کجاست؟ نه آدرس ندارن. اون موقع آدرس داشت، اون موقع جا داشت، سقف داشت بالا سرش،
40 ساله نتونسته یه سقف بالا سر خودش درست کنه. تا زمانی که نتونه یه سقفی بالا سر خودش درست کنه، یه آدرسی اعلان کنه، این مجاهده اومدن یه آدرس دارن، هر و سرواز نمیدن کجا، نداره، بقیه نداره، برای که اونو سازمانی عمل کردن، بقیه ندارن اونو. ولی نگران نباش، این ماجرایی که همونطوری که اول برنامه اعلام کردم، این ماجرایی که امروز اتفاق افتاد و این حرفی که خامنه‌ای زد، این آغاز سقوطه به نظر من. هیچ آدم عاقل اینجوری حرف نمیزنه. این نقطه پایان جمهوری اسلامیه. من سعید بهبهانی دومین جمعه است، ولی اولین برنامه، اولین جمعه، برنامه جمعه سال 2021 به شما رسما اعلام میکنم، این جمله خامنه‌ای آغاز سقوط جمهوری اسلامیه. این خط، این نشون. تا حالا چند تا مورد برات گفتم، در مورد احمدی نژاد و انتخاباتش برات گفتم، در مورد همین انتخابات گفتم، در ماه آگست گفتم، نوارا و برنامه هم هست. هیچ رسانه‌ای به اندازه من راجع به این موضوع حرف نزد. در ماه آگست به شما گفتم، گفتم انتخابات این دوره مثل انتخابات همیشه نیست در آمریکا. این به زودی مشخص نمیشه کی رئیس جمهور، این طولانیه، این پروسه طولانیه. دیدی چقدر طول کشید؟ تا چهارشنبه ساعت 4 بعد از شب، یعنی 4 پنج شنبه 4 صبح در واشنگتن اعلام کردن که آقای جورج بایدن و این خانم کاملا هریس به عنوان رئیس و معاون جمهور آمریکا منتخب مردم آمریکا هستن. انتخاباتی که در 6 نوامبر افتاده بود در 6 ژانویه اعلام شد. گفتم به شما اینو یا نگفتم؟ گفتن طولانیه، همون دقیقه اتفاق نمیفته، طول میشه تا بهت بگن، بعدا دعوا میشه و دعواش هم دیدی. به همین دو مورد که تا حالا برات گفتم و تصادفا درست گفتم، امیدوارم این سومی هم درست در بیاد، که این حرفی که خامنه ای زد آغاز سقوط جمهوری اسلامیه. با این امید از شما رفع مزاحمت میکنم، میگم آقا منو عفو کنید، اجازه بدید که تا یک شنبه که با برنامه مهستان آغاز میکنیم دوباره در خدمتت باشیم. مثل همیشه برای شما عزیزان، یادت پس چی شد گفتیم در مورد احمدی نژاد؟ همون اول سال 2009 گفتیم آقا دعوا میشه، یه مرحله ایه، احمدی نژاد تو صندوق میکشن بیرون، با همین علی افشاری با خدا رحمتش کنه، مرداد مشایخی، دکتر مرداد مشایخی از آدمای فرهیخته اپوزیسیون بود، واقعا جوان برنایی بود، آدم درس خونده و ملایی بود، با او تو همین تلویزیون با او شرط بندی کردم جلوی شما 1 دلار به 10 دلار که این انتخابات یه دوره‌ای، یه مرحله احمدی‌نژاد میاد، بعدم دعوا میشه. همین اتفاق افتاد. این دورم به شما گفتم، در ماه آگست به شما گفتم انتخابات طولانی مدت، نتیجه‌ش همون شب اعلام نمی‌کنم، به عکس همه انتخابات های دیگه طولانیه، بعدم دعوا میشه، این اتفاق افتاد. امروز هم دارم بهت میگم این حرف خامنه‌ای آغاز پایان جمهوری اسلامی است. با همین امید آرزو میکنم که روز و روزگار اونجوری که دلت بخواد برات باشه.
با تشکر از اینکه دنبال کردی. یه بار دیگه از شما ممنونم. سایت میهن یادت نره، اپلیکیشن رو دانلود کن، کمکت میکنه. شبکه‌های اجتماعی رو سابسکرایب کنید، لینک ها رو لایک کنید و دکمه شیر یادت نره، شیر کن. حمایت مالی رو فراموش نکنید. متشکرم.